فقط روی فرزنده. حالا میخواد یک فرزند داشته باشه، میخواد 10 فرزند داشته باشه، فقط روی فرزنده. اما یک زن چطور؟ یک زن، زن اولین تأثیری که میتونه داشته باشه بر روی پدر، مادر، خواهر، برادر، اینا رو در صورتی باید در محاسبات اوورد که فکر کنیم این مرد یا این زن جزء افراد روشنفکر جامعه هستن که جامعه داره اونها رو نابود میکنه، جامعه ای که اون حکومت دیکتاتوری تمامیت خواه داره نابودشون میکنه. ما برخورد میکنیم با یک مرد یا با یک زنی که روشنفکر هستن، اعتراض میکنن، دارن افشاگری میکنن، دارن تبلیغ میکنن که آقا داره جامعه نابود میشه، کشور داره نابود میشه. در این شرایط سیستم های امنیتی و جاسوسی این محاسبه رو رو خودشون میارن. پس شما فرض کنید که این مرد یا زن روشنفکر، افشاگر، برانداز، فعال سیاسی هستن و به دلیل خفقان، به دلیل سیستم های امنیتی و اینکه شرایط شهری اجتماعی امنیتی هست، نمیتونن در خارج از منزل تبلیغاتی بکنن، فقط در محیط خانواده. میخوایم ببینیم چه اتفاقی رو میتونه رقم بزنه. پس مرد 50% تاثیرگذاری فقط میتونه روی فرزند خودش تاثیر بذاره، زن در وهله اول روی پدر، مادر، خواهر و برادر، در وهله دوم روی همسر، در وهله سوم که بسیار بسیار اندک هست روی خانواده همسر، و در وهله بعد فرزندان. در نظر داشته باشید اگر این فرد، این مرد فرزند پسر یا دختر داشته باشه، دیگه نمیتونه به نسل بعدش یعنی نوه‌اش تأثیری داشته باشه. امکان نداره، امکان نداره، به دلیل اینکه یا یک عروسی خواهد داشت یا یک دامادی خواهد داشت که به این شخص در شرایط عادی اجازه نمیده. و اصولا در جامعه مثل ایران مردهای ایرانی به دلیل مشغله زیاد حتی رو فرزندان خودشون هم نمیتونن تأثیر داشته باشن. از صبح تا شب به فکر کار و اشتغال و معیشت و امرار معاش و پیدا کردن یک لقمه نون هستن. بنابراین میایم سراغ زن. زن نه تنها روی فرزندش، بلکه روی نهده هم میتونه تاثیرگذار باشه. چرا؟ چون اگر این زن فرزندش دختر یا پسر باشه، با توجه به اینکه گفتید این زن یک زن روشنفکر، افشاگر، برانداز، فعال سیاسی است، بنابراین نتیجه اصلا معلومه چیه؟ این یک زن مدرنه، مدرن فکر میکنه، نمیتونه تهجری فکر کنه، متهجرانه و رادیکالی فکر نمیکنه. پس یک زن مدرنه، با علم روز داره پیش میره که این به این مراحل رسیده. برابر این یک همچین زنی چه پسر داشته باشه، با عروسش رابطه خوبی میتونه داشته باشه، چه دختر داشته باشه، با دامادش رابطه خوبی داره. بنابراین هر کدوم از این اتفاقات بیافته، این زن برای انعکاس افکار روشنفکرانه، افشاگرانه، براندازانه و فعالیت سیاسی خودش و انتقال این افکار به عروس، به دختر، به نهله ها هیچ سرد یا مانعی نداره. بنابراین سیستم های امنیتی و جاسوسی میدونن یک مرد فقط روی یک نسل
اثر میذاره با درصد 50، اما یک زن نه. احتمال اینکه روی پدر، مادر، خواهر و برادر تاثیر بذاره، یعنی نسل قبلش رو بکشه تو میدون هست. احتمال اینکه همسرش رو تاثیر بذاره روش و بکشه داخل میدون هست. احتمال اینکه بچه هاشو و داماد یا عروسش رو بکشه تو میدون هست و میتونن تمام این رفتارهای این زن اتفاقی رو رقم بزنن که دو نسل رو بکشونه توی خیابون و آماده کنه برای مبارزه با مافیا و سیستم های امنیتی و جاسوسی. طبق محاسبه سیستم های امنیتی و جاسوسی، سن سیاسی شدن افراد، نسلی که میخواد سیاسی فکر کنه، سیاسی چه در رابطه با ایدئولوژی سیاسیش، چه در رابطه با ایدئولوژی مذهبیش بخواد به اندیشه رجوع بکنه، بین 15 تا 20 سال هست. حالا اون زنی که شما دیدید که میخواد دو نسل بعد از خودشو پرورش بده میشه چند سال؟ میشه 30 تا 40 سال. سیستم امنیتی و جاسوسی که میدونه یک زن یک همچین توانایی و قدرتی داره باید چیکار بکنه؟ باید اولین دستوری که میده در سیستم حکومت‌های تحت پوشش خودش که روی کار اومدن، نابود کردن کلیه حقوق زنان. وقتی یک زن حقوقش نابود بشه، حقوقی که در یک خانواده داره نابود بشه، حقوق شهروندیش نابود بشه، تمام امتیازاتی که یک انسان زنده داره را ازش بگیرن و نابود بشه، چی را از دست میده؟ چی را از دست داده؟ اعتماد به نفس. و برای رسیدن به این اعتماد به نفس کاذب، چون دیگه نمیتونه اعتماد به نفس واقعی و رئال به دست بیاره، میگرده دنبال راهکاری که اعتماد به نفس کاذب به دست بیاره. و با این قدم گذاشتن به سمت اعتماد به نفس کاذب، اولین کاری که کرده خودشو نابود کرده و تمام اون پروژه‌ای که سیستم‌های امنیتی و جاسوسی می‌خواستن برای زنان اتفاق بزنن موفق شدن و پیروز شدن. امروز شما شاهد این هستی که زنان ما باروان ایرانی متاسفانه بعضی‌هاشون برای اینکه بتونن خودشونو برسونن به این اعتماد به نفس کاذب، چون تمام درها بهشون بسته است، هیچ حقوقی ندارن، صداشون به جایی هم نمیرسه، به جایی هم برسه گوش شنوایی وجود نداره، برای اینکه بتونن این اعتماد به نفس کاذب رو به دست بیارن چیکار میکنن؟ دست به هر کاری میزنن. عملهای بی خود جراحی آنچنانی، گوش رو دراز میکنن، بینی رو میدن بالا، چشا رو میکشن، گونه های مختلف میذارن، ژل، همه چیز. این ربطی به مسئله شخصی نداره که یکی دوست داره خوشش میاد این کارو بکنه. یه موقعی میبینید شما یک زنی، یک مردی دچار یک بیماری هست یا دچار یک افتادگی در یک قسمتی از بدن هست یا یک قسمتی از بدن، مثل بینی، بینیش ناقص شده، شکسته یا به صورت طبیعی بینیش بزرگی، میخواد بره عمل کنه. اون زشت نیست، اون اصلا اشکال نداره، اون شخصیه. ولی کسی که دست میزنه به اینکه گوشش رو برداره بکشه مثل گوش چهار پایان بکنه، یا بیاد لبا رو ژل بزنه که لب کل صورت رو ماسک کنه و صورت دیده نشه، اون دیگه طبیعی نیست، اون از روی اجبار نیست، اون همون تبلیغات سو هست که میخواد حالا یک شخص، یک بانو بیاد به خودش اعتماد به نفس بده که توجه ها رو به خودش جلب بکنه. سیستم های درونی داره تمام قدرتش ترشح میکنه، نیاز به توجه داره، میاد برای کسب اعتماد به نفس دست میزنه به راه های فکر، راه هایی که سیستم های امنیتی و جاسوسی از پیش براش تعریف کردن، تهیه کردن، شرایط مهیا کردن و این تله های انفجاری در سطح جامعه پخش شده و هر کدوم از این تله ها یک دسته ای از زنان یا مردان ما رو در دل خودشون جا میدن.
پس این تا اینجا که ببینیم چه اتفاقی رو سیستم های امنیتی میتونن رقم بزنن برای مردم کشور ما. خب بررسی سطح اخبار برنامه معلوم شد که به چه جای ما کشیده خواهیم شد وقتی معلوم بشه که ما اخبار دروغ رو میشنویم و سطح یا درصد اخبار دروغی که به مردم تزریق میشه به مراتب خیلی بالاتر از اخبار واقعی در جهان هست. و در رابطه با مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما هم که توضیحات مخصوصی رو خدمتتون عرض کردم. اما در رابطه با تمام این اتفاقات که رخ میده، سیستم‌های امنیتی و جاسوسی فقط به کسب اطلاعات میدانی در خصوص این موارد بسنده نخواهند کرد که بشینن مثلا از یه جایی بسط بکنن، مطبوعات رو نگاه بکنن یا رادیو تلویزیون رو مورد بررسی قرار بدن یا فیلم هایی که ساخته میشه و در سطح سینما ها در حال پخش شدن هست فقط به اینها توجه نمی کنن که بگن خیلی خب حالا ما میتونیم از همینجا به یک اطلاعات جامع و کاملی برسیم. نه، نیاز دارن به تحقیقات میدانی و روانکاوی جامعه که ببینن این بخش ها چه تأثیراتی در ذهن جامعه گذاشته، بنابراین چه اتفاقی باید بیافته، برای تحقیقات میدانی چه کار میکنن. عرض کردم در بخش این قسمت که از دو زاویه فعالیت میکنن، یک ارسال جاسوسان خودشون به صورت به عنوان توریست و دو اعضای سفارت خانه هاشون. این افراد شروع میکنن در سطح جامعه گشتن به عناوین مختلف، با کسبه، با تجار، با مردم عادی، با دانشجویان، با محصلان، با همه شروع میکنن صحبت کردن، حرف زدن، گپ زدن به عنوان یک خارجی. و اینکه ما مردم ایران به دلیل اینکه ذاتاً مهمان نواز هستیم صحبت میکنیم و پرسش هایی هم که میکنن اکثر مردم ایران سر ذوق میان که چقدر جالب، برای یه خارجی این موارد ما هم مهمه. دیگه حواسمون نیست که چرا باید این موارد ما برای یک انسان خارجی مهم باشه. چند درصد از مردم ایران به این قضیه فکر میکنن که امروز در اسرائیل چند درصد گداد وجود داره و خیلی ها فکر میکنن اصلا در اسرائیل گداد وجود نداره، در صورتی که این اشتباه است. و حالا اگر یک ایرانی، فرض بر این داشته باشیم که رابطه و صدور ویزا برای ایرانی ها و سفر به اسرائیل آزاد باشه، چقدر براشون اهمیت داره وقتی کسی هزینه کرده رفت اسرائیل برای گشتن؟ حالا بیاد بره سوال کنی که شما نظرتون در رابطه با امرار معاش در اسرائیل چیه؟ سطح آزادی شما چقدره؟ آیا شما گدا دارید یا ندارید؟ از نظر مذهبی آیا تحت فشار هستید یا نیستید؟ از نظر مطبوعات چطور؟ مطبوعات شما رو تحریم میکنن، ممنوع میکنن، محدود میکنن؟ رسانه‌ها چه چیزایی رو نشون میدن؟ آیا از برنامه‌های رادیو تلویزیونیتون راضی هستید؟ آیا از نظر اقتصادی در سطح جامعه مردم اسرائیل توانایی خرید هر آن چیزی که دلشون بخواد رو دارن یا ندارن؟ چند درصد از مردم اسرائیل در طول سال توانایی دارن که به مسافرت‌هایی که دوست دارن برن خارج از اسرائیل سفر میکنن یا نه؟ درصد سفرهای خارجیتون چقدره؟ درصد سفرهای داخلیتون چقدره؟ وقتی در داخل کشور میخواین سفر بکنید به کجا سفر میکنید؟ آیا سوال میکنن؟ نه. پس چرا یک توریست خارجی وقتی میاد در ایران این مطالب رو پرسش میکنه؟ کسی چرا توجه نمی‌کنه که این مطالبی که پرسش داره میشه برای به دست آوردن یک سری اطلاعات جامع و کامل هست تا بتونن ازش استفاده بکنن؟ بنابراین این تحقیقات میدانی و روانکاوی جامعه به صورت گسترده توسط توریست‌های خارجی که نیروهای جاسوسی هستند در داخل کشورهایی که میرن اتفاق میفته، با افراد جامعه صحبت میکنن و سعی میکنن که اطلاعات کاملی رو به دست بیارن. اما دو مقوله بعدی ما جمع‌آوری اطلاعات نسبت علاقه به اسطوره‌ها و قهرمانان ملی و سطح اعتقادات مذهبی. ما در بخش‌های مختلف که دیدیم به دلیل اتفاقاتی که رخ داده
سیستم باید کاری بکنه که سیستم امنیتی و جاسوسی باید کاری بکنه که اون اتفاقی رو که در دل جامعه میخواد رقم بزنه رو بزنه تا برسونتش به اون مرحله‌ای که نقطه هدف قرار گرفته. مهمترین عاملی که میتونه یک جامعه رو از تمام این گردابهایی که سیستم‌های امنیتی و جاسوسی تولید کردن فراری بده، پیوند خوردن مردم یک جامعه با اسطوره‌های تاریخی و قهرمانان ملیش هست. مثال عرض می‌کنم، در زمان حمله انگلستان به ایران، رئیس علی دلباری از دشتستان بوشهر چیکار کرد؟ به عنوان یک قهرمان ملی، مردم بوشهر، مردم ایران هیچ زمانی رئیس علی دلباری رو فراموش نخواهند کرد و این باعث این خواهد شد که اون سیستم‌های امنیتی و جاسوسی بترسن از این که خاطره و نام رئیس علی دلباری هنوز در افکار و ذهن مردم ایران روشنه و احتمال این هست اگر دست خطا بزنیم، امروز با توجه به اینکه 85 میلیون ایرانی داریم، نسل جدیدی بلند شه و یک بار اگر یک رئیس علی دلباری داشتیم، این دفعه هزاران تن رئیس علی دلباری بیاد تو جامعه و خواسته باشن جلو ما بیستن و ما شکست خواهیم خورد. بنابراین برنامه‌ریزی میکنن در رابطه با اسطوره‌های سیاسی، تاریخی، فرهنگی و همینطور واهمه دارن. جمع‌آوری این اطلاعات نسبت به اینکه مردم امروز کشور ما چند درصد به این اسطوره‌ها و قهرمانان ملی فکر میکنن، چند درصد به ستارخان باقرخان فکر میکنن، چند درصد به امیرکبیرها فکر میکنن، چند درصد به یعقوب لیث صفاری فکر میکنن، چند درصد به بابک و آرش و کاوه فکر میکنن، تمام اینها تأثیر خواهد داشت در یک روند دراز مدت برای یک برنامه ریزی کلی برای به دست آوردن منافع از کشور ما توسط همون سیستم های امنیتی که یاد کردم، مثل MI6، موساد، CIA، کاگبه و تمام این کشورهایی که فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، تمام اینها میتونن با هم دیگه نقش‌آفرینی بکنن تا بتونن از این اطلاعاتی که به دست میارن به یک برنامه مفصل و جامع برسن تا بتونن منافع یک کشور یا یک منطقه رو بین خودشون تقسیم بکنن. سطح اعتقادات مذهبی یکی از مهمترین چیزهایی که از آن باید در نظر بگیریم در این بخش ها. چرا اصلا ما به این قسمت میپردازیم؟ همونطوری که عرض کردم در ابتدای برنامه، روند سیاست‌گذاری سیستم های امنیتی و جاسوسی برای ایجاد انقلاب در کشورها و رسیدن به یک حکومتی که اونها دارن تحمیل میکنن مثل سال 57 به مردم کشور، تمام این مطالبی که در جلسه نخست داریم صحبت میکنیم به یک دلیله. اولین چیزی که باید به دست بیارن اینه که جامعه اون کشور روی چه ارزشی تأثیر داره، روی چه ارزشی. مثلا ما بعد از انقلاب مشروطه، رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر تلاش زیادی کردن که جامعه ایرانی رو برگردونن به ناسیونالیستی ایرانی، چیزی که جهان از اون وحشت داشت. پس این ناسیونالیست ایرانی شد یک ارزش ملی، وحشت داره، باید نابود شه. بر اساس اون توضیحاتی که دادن، اینا میان در مقابل این ارزش ملی یک ارزشی رو شناسایی میکنن و در مقابلش قرار میدن که اون چیه؟ برای مردم کشور ما چی بود؟ دین اسلام. دین اسلام رو تعیین کردن به عنوان چیزی که میتونه ارزش گذاری بشه در افکار مردم و رفته رفته با پروپاگاندا سازی، با بها دادن، با رسانه در اختیارش قرار دادن، با هزینه های گزاف میلیونی، با جذب منابع انسانی و تحریک تفکرات بخش کوچکی از جامعه که یا در عقده‌های روانی بودن یا فکر میکردن روشنفکر هستن یا در فقر اقتصادی بودن، جذب بکنن از طریق دین اسلام، بیان اسلام و مراجع اسلامی رو تبدیلش کنن در مقابل ارزش‌های ملی، تبدیلش کنن به آلترناتیو. ارزش
ارزهای ملی رو کی داشت تبدیل میکرد، کی داشت هزینه میکرد، کی داشت بها میداد؟ حکومت شاهنشاهی و شاهنشاه. برابر این آلترناتیو در از در مقابل ارزش ملی ما بود، اما برای اینکه بتونن ادامه بها دادن به ارزش ملی رو نابود کنن باز چی رو از بین میبردن؟ حکومت شاهنشاهی. برای اینکه حکومت شاهنشاهی بتونن از بین ببرن باز چی کار میکردن؟ شاهنشاه رو از بین میبردن، البته به صورت فیزیکی، چون شاهان در کشور ما هرگز نمردن و نمیمیرن، همیشه زنده و جاودان هستن. اما برای اینکه این کار رو انجام بدن باید چی بکنن؟ وقتی حکومت شاهنشاهی رو بخواد از بین ببرن، مستقیم چند بار ترور فیزیکی کردن، شاهنشاه جان سالم به در برد. شروع میکنن به توطئه‌چینی برای اینکه بتونن آلترناتیو سازی بکنن در اذهان عمومی بخش کوتاه‌بین، کوتاه‌نظر، عقده‌ای و کینه‌ای جامعه و شروع میکنن به ترور شخصیتی. چرا؟ چون توانایی زدن شاهنشاه رو به صورت عادی و اتوماتیک ندارن. چرا؟ چون جامعه رسیده به این ارزش ملیه و میدونه شاه در ایران نماد ملی ماست، پدر تمام اقشار جامعه ماست، بنابراین باید با ترور شخصیتی این کارو بکنه برای حکومت شاهنشاهی و برای شخص شاهنشاه و خاندان شاهنشاهی تا بتونه این حکومت شاهنشاهی رو سرنگون بکنه که بتونه خط بطلان بکشه و ارزش‌های ملی ما و یک ارزش فیک کاذب و دروغین رو جایگزین ارزش‌های ملی ما بکنه. چرا؟ چون از تاریخ، فرهنگ و تمدن ما وحشت دارند. از تاریخ، فرهنگ و تمدن ما در مسیر ساختن همون ارزش‌های ملی و بازگشت به هویت ملی یا ایرانگرایی وحشت دارند. بنابراین تمام این تلاش ها رو انجام میدن تا ما از قهرمانان ملی، از اسطوره ها گذر کنیم، برسیم سطح اعتقادات مذهبی رو بررسی کنیم، ببینیم آیا میتونیم به عنوان ابزار دستمایه قرارشون بدیم و سوار این موج مذهبی بشیم و یک افکار متحجرانه رادیکالی رو در جامعه ترویج بدیم و از این بتونیم ابزاری بسازیم برای گذار از ارزش ملی، هویت ملی که همون حکومت شاهنشاهی که در نهایت دیدیم موفق هم شدن. اما در بخش بعدی با توجه به روندی که پیش میرن به دلیل اینکه سیستم های امنیتی و جاسوسی همزمان در اون بخشایی که توضیح دادیم برای کسب این اطلاعات چه کارهایی میکنن در بخش توریستی و سفارتخانه ها و در نهادها، سازمان ها و ادارات دولتی و حکومتی در سطح بازار، در بین تجار افرادی رو تربیت میکنن، افرادی رو استخدام میکنن با هزینه های گزافه تا بتونن در بخش سیاسی، اقتصادی و مذهبی تاثیرگذار باشن تا میزان نارضایتی رو ببرن بالا در بین مردم. به همین دلیل شما میبینید که در زمان شاهنشاه آریامه ویدیوهایی رو در سطح سوشیال میدیا امروز شما میتونید شاهد باشید که به خاطر گرونی پرتغال نخریدن در شب عید، یا به خاطر گرون شدن بلیت اتوبوس نرفتن سوار بشن و اعتراض کردن و هیچ اتفاقی هم براشون نیفتاد. این اتفاقات علکی رقم نخورده و سیستم های امنیتی و جاسوسی توسط همون جاسوسانی که به نام توریست یا به نام کارمندان سفارتخانه اومدن این جمع‌آوری اطلاعات رو نیاز دارن که ببینن نارضایتی سیاسی، اقتصادی و مذهبی چقدر هست. خب در انقلاب سفید شاهنشاه این سطح نارضایتی رو سنجیدن و
کسی رو که قرار بود به عنوان آلترناتیو بذارن در مقابل حکومت شاهنشاهی، یعنی روح‌الله خمینی رو بهش آموزش دادن که اومد چیکار کرد؟ یک نامه نوشت برای شاهنشاه اعتراض به مواد انقلاب سفید. نامه کی بود؟ روح‌الله خمینی به شاهنشاه آریامهنی. این نامه رو نوشت. این شد در قالب مذهبی. دارن پروپاگاندا رو میسازن برای اینکه بتونن به روح‌الله خمینی پروپاگاندا بدن و حرفشو در جامعه پخش بکنن. نیاز به بخش اقتصادی و سیاسی هم دارن. در بخش سیاسی اعلام میکنن چرا تک حزبی، یعنی چرا حزب رستاخیز، و در بخش سیاسی شایعه و ترورهای سیاسی انجام میدن. ترور فیزیکی نه، ترور سیاسی یا ترور شخصیتی یا شایعه پردازی. میگن در زندانها بیش از 100,000 نفر زندانی سیاسی داریم. در جامعه‌ای که اون موقع 32 میلیون بوده، اگر 100,000 زندانی سیاسی وجود داشته با اون آزادی، با اون دموکراسی، با اون خلق و خوی خود شخص شاهنشاه آریامهر، پس قطعاً امروز در جامعه رادیکال مذهبی تمامیت خواه دیکتاتور خوناشام خامنه‌ای که از اربابانش داره دستور میگیره، باید مطمئن باشیم بالای 700,000 تن زندانی سیاسی عقیدتی دگرهنیش داریم. در بخش دیگه میگن ساواک روزانه تحت شکنجه تعداد 5 تا 10 تن رو میکشه. این ده میرفتن جلوی گورستون ها با 5,000 تومن 10,000 تومن جنازه مردم رو میخریدن، بعد فریاد میزدن که این کشته یه که ساواک کشته. بعد همین آمار هم میدادن به سیستم های خارجی. چرا؟ چون آموزش دیده بودن. این ترفندها مهمترین بخشش مربوط به حزب توده، جبهه ملی، مجاهدین و چریکان فدایی خلق، نهضت آزادی، همه و همه کمونیست ها، روحانیون مثلا مبارز یک گروه بودن. تمام اینها در تمام این بخش ها به صورت اکتیو در جامعه فعالیت میکردن، به صورت جدا جدا و منفک آموزش میدیدن و کار انجام میدادن. و در نهایت دیدیم به اون خواسته ای که سیستم های امنیتی و جاسوسی خواستن در ایران رسیدن، که رسیدن به سال 57 و چیزی که به دروغ دارن میگن انقلاب مردمی اسمشو گذاشتن، در صورتی که این انقلاب انقلاب مافیایی بود و انقلاب نبود، چون انقلاب باید از یک شرایط آ به سمت شرایط ب به صورت سعودی رشد بکنه، نمیدی که از نقطه آ به سمت ب سعود نکنه و سقوط بکنه. پس انقلاب این اسمش نبود، این یک طرح و پروژه سرنگونی به سمت دره و به صورت انحطاطی بود. اما پس ما به این نتیجه میرسیم که جمع‌آوری اطلاعات نسبت به این اتفاقات در چه حدیه و مرزنشین ها اقوام، اقلیت های مذهبی برای ایجاد تفرقه بین اقوام و مرزنشین ها چه از نظر
تفاوت اندیشه و ایدئولوژی مذهبی چه از نظر قومیت ها، خصوصا شما میبینید از سال 57 به بعد در مناطق کردنشین، ترکنشین، عربنشین ما در خوزستان و بلوچستان ما چه پانهایی رو راه انداختن، هزینه های گزافی کردن که برسونن به اون حدی که به عدم تثبیت سیاسی در داخل کشور باشه و نفاق و تفرقه رو ایجاد بکنن. و این که به پایان رسیدیم، امیدوارم که این برنامه رو ببینید، در پخشش کوشا باشید. سپاسگزارم از همه شما عزیزان. تا برنامه دیگه همه شما رو به ایزد ایران می سپارم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا ابد جاوید شاد.